بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مباركة الطلاق كي سورة شستو پنجم است و در سورة بستو هشتم. سورة مباركة الطلاق هم سورة مدنية كي در مدينة منورة نازل شده است با پیغمبر بزرگوار صلى الله عليه وسلم و سورة مشتملة احکام بیشتر بحثی سوره پیرامون احکام خانواده است و یا قانون فامیل به اصطلاح امروز. آغاز سوره مبارکه خطاب بر رسول پاک صلی الله علیه و سلم است، تبرکن و تعظیما و تشریفا بنابر مقامشان و جایگاه عظیمشان. الله جل ذکره مخاطب رسول پاک صلی الله علیه و سلم قرار دادند، اما حکم عام است برای تمام امت. در سوره مبارکه از طلاق بحث شده است و همچنین از عدت بحث شده است، از رجوع بحث شده است، از حقوق خانمی که طلاق داده می شود برابر است که مسکن باشد یا نفقه باشد، از حقوق خانم مطلقه که طفلک را به دنیا از شوهرش که طلاق داده طفلک را میارد، وقتی که آماده میشد به خاطر شیر دادن از او در برابر شیر دادن حق ذمه را تقاضا میکند، حق عزیزی کر شده است. و در آخر سوره مبارکه بعضی مسائل دیگر که ارتباط میگیرد به عقیده و یکی از جمله از قضایای کونی و علمی که اشاره به طرف طبقات آسمان و هفت طبق زمین که در این سوره اشاره می شود به او. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. الله ذاتی است که هفت آسمان آفرید و مثل هفت آسمان هفت زمین. خب به هر حال مهم در اینجا چون مسئله بیشتر مضامین فقهی را در بر می گیرد، بخواهیم که سری موضوع ترکیزی بیشتر داشته باشیم که طلاق چی معنا؟ طلاق به چند نوع است؟ و در کدام حالت طلاق سنت یا مشروع و در کدام حالت نامشروع می باشد؟ و امو وقت مناسب برای ایقای طلاق کدام وقت است؟ کدام وقت و تجدید نکاح ضرورت میشه و کدام وقت خانم از عصمت شوهر بیرون میشود؟ نه امکان رجوع و نه امکان تجدید نکاح الا بعد از اینکه با شخص دیگر نکاح صحیح میکند، مدتی با او سپری میشود، او وفات میکند یا او طلاقش میتواند که نکاح جدید و به مهر جدید به شوهر اول خود، در صورتی که با در نظر داشتی از اینکه احکام و قوانین و حقوقی را که برای زوجین اسلام در نظر گرفته رعایت شود. و همچنین میبینیم که در اسلام عزیز دستای عزیز خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است که چندین سوره مبارکه قرآن پاک پیرامون قانون خانواده زیاد فوکس و ترکیز میکنه. سوره مبارکه البقره که ما شما خواندیم، سوره مبارکه النساء که قضایای بسیار مهم پیرامونی قوانین و احکام خانواده ذکر شده است. امروز متاسفانه در یک جامعه اسلامی که 99 فیصد اتباعی از اون مسلمان بدون مراجعه به فقها، بدون مراجعه به دانشمندا، بدون مراجعه به شریعت خداوند، قانون پاس شده زیر عنوان قانون منع خشونت علیه زن. چرا به کتاب خداوند رجوع نمیشه؟ چرا اجازه داده می شود به این دستگاه ها، به این نهادها که همچنین بازی را علیه دین و احکام خدا می کنند؟ در صورتی که الله به خاطر تعدیب اجازه می ده که زن وقتی که سرکش می شود با در نظر داشته که همه مکلفیت ها به دوش شوهر است، از نظری تعدیب اگر سلی به زن خود وار می کند، به شرطی از اینکه قسمی که پیغمبر گفته است نلا تو کوبی که برویش وار کند و چوب استعمال کند، ولی قرآن را جواز داده
و شما در قانونی که فعلا به زیر عنوان معنی خشونت، اگر کسی که خانم خود را توکوب میکنه سه ماه بندی شود، این از کجا گرفته شد؟ قانون دو ماخذ داره، قانون وضعی، عرف، عرف پسندیده و نیازمندی های جامعه. این خود قانون وضعی است. آیا عرف افغانیتی را ایجاب میکنه که یک کس سلی بروی خانمی خود بزنه و سه ماه بندی شود؟ وقتی ای از زندان بیرون می شود یا از توقیف خانه بیرون می شود، آیا غیرت اسلامی و افغانی به اجازه می ده که او زن دیگه زنده بمانه؟ وقتی که سه ماه مرد که نانیار خانه از دمعبس است، ای شش هفت طفل تا ده طفل اعضای خانواده با شمول خانم با یا مواد ارتزاقی شان و مشکلات فامیلی از کدام طریق حل می شود؟ نمیفهم که کسایی که را تصویب کردن این کدام پارلمان بود؟ این توشیحی که جناب رئیس جمهور کرده را خوانده یا نخوانده است؟ اینجا است که حل مشکل خانواده در قرآن پاک از همه مسائل بیشتر، خصوصا از احکام و قوانینی که الله جل ذکره بالای از او مهر تایید نموده است، از همه بیشتر قضیه فامیل، قانون فامیل و قانون و احکام خانواده بیشتر تفصیلی بحث شده. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، الله جل ذکره می فرماید وقتی که در ما بین زن و مرد اگر حتی اندیشه اختلاف باشد، خفتم، نگفت که واقع شد، نه، اندیشه بروز اختلاف در ما بین زن و مرد می باشد، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یک داور از طرفی مرد، یک داور از طرفی زن، اگر میخوان که در مابین مرد و زنی که اونها به طرف اختلافات و نزاع و کشمکش کشانده میشوند، براون بررسی بکنن قضیه را. اگر اصلاح را میخواهند، خداوند کمکشان میکنه، خداوند کمکشان میبخشه، توفیقشان میبخشه. خب اگر نشد، قبل از این یک مراتبی بسیار زیبایی را قرآن ذکر کرد. واللاتی تخافون نشوزهن، خانم هایی که سرکشن، طاعت ندارن، فعیدوهن، می شود که نفهمیده باشن حقوق شوهره، پند و نصیحت، از طریق پند و نصیحت، وهجروهن، فعیدوهن، وهجروهن فی المضاجعی. یکی از جمله تأدیب و تعذیری که شوهر قرآن برش حق داده همیسته که هجران، هجران به معنای فراق و جدایی در بستر، بستری خود گرفته در دیگر اتاق برو. چقدر زیبا، این کدام خشونت است؟ واضربوهن، بس اوقات خانیم با آبرو و عزت و کرامت شوهری خود بازی میکنه و در این صورت وقتی که به پند و نصیحت نشد، وقتی که به هجران و دور شدنی بستر نشد، جار و جنجال ها را حد زیاد دامت کنه. قرآن ناشیزه معرفی کرد همچنین زن را سرکش و طاغی. قرآن اجازه میده به خاطری یک نوع تعدیب و سرزنش که این ضرب را پیغمبری بزرگوار علیه السلام خودشان رحمت للعالمین تفسیر میکنه غیر مبرح، ضربی که نه که داغی را به جایی بگذاره و او را به اصطلاح زخمی بسازی، یک نوع تخویف است اصلا، ولی اجازه هست. فا این اطاعنکم، اگر اطاعت کردن جور آمدین، فلا تبغوا علیهن سبیلا، دیگر بر بالای ایشان راه دیگری نداری، خلاص. خون نشد، وقتی که نشد شوهر، ببینین چقدر زیبا قرآن باز هم به طرف طلاق رهنمایی میکنه. چه رقم طلاق؟ طلاقی که قرآن میگه اذا طلقتموهن، یا ایها النبی اذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن. چی معنا؟ که وقتی که انسان میخواهد که خانمی خود طلاق، تمام کوشش های صلح و ناکامی انجامید، پند و موعظه و همه چیز و ناکامی انجامید، دیگه امکان زندگی نبوده. امکان داره که طلاق باعث از این شود که خانم متوجه شود، او اولادایم چطور کنم،
اینجا است که قرآن به اینجا به شکل اجمالی قضیه را ذکر میکنه، در حدیث شریف به شکل تفصیلی ذکر میشود که در حالی که خانم در حالت پاکی باشد و هم بستری صورت نگرفته باشد، یک طلاق رجعی به خانم خود میگه انت طالق، تو طلاق هستی. وقت کلمه طلاق استعمال شد میبینیم که عکس العمل خانم چطور میباشد. اوه والا قضیه خراب شد. شوهری عزیز از من اشتباهی سر زد، نمیخوایم خانه خود خراب بکنم، نمیخوایم از اولادای خود دور باشم. وقتی که دور باشه مراجعت، رجوع کردن، خلاص. یا این کی دیگر رجوع نمیکنه، میگذاره. سه عدت که سپری شد، طلاق رجعی، مدت رجعت، دروازه رجعت بند میشه و طلاق با این تبدیل میشود، خلاص برو پشت کار. و این چانس رجعت تا دو طلاق داره بس. الطلاق مرتان، طلاقی که امکان رجوع بعد از او است تا دو مرتبه است. خانمی خود گفتن تو طالق، تو طلاق هستی. بعد از یک مدتی پیش از سپری شدنی سه حیض یا عذر مهوار رجوع میکنه. یک روز بعد، دو روز بعد، یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد رجوع میکنه، خلاص. بعد از یک مدت، بعد از ده سال باز حالات یک کمکواری ناهنجار شد، پند و نصیحت و دیگر چیزها مؤثر تمام نشد، باز رجوع یک وسیله می جوید یا روی میارد، مرد مجبور میشد به طلاق. باز برش میگه که انت طالق، تو طلاق هستی. باز هم اختیار دارد. الطلاق مرتان، طلاقی که دو امکان رجوع هست دوبار است. فامساک بمعروف، بعد از او چانس خلاص شد. یا این که به طریق خوب او را حفاظت میکنه و نگاه میکنه و مراجعه، نه مراجعتی که باعث اذیت و ضرر زن شود. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زنا را در نکاح خود نگاه نکنین به خاطر تجاوز بر حقوقشان و به خاطر اذیت و ضرر رساندن، درست نیست. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه. چقدر این قرآن از این مخلوق و از زن دفاع کرد، از لعنت خدا به سر او، یهودی و یهودی گماشته ای که از انترنت چیزی را گروه پخش کرد در مابین جوانا که قرآن زن ستیزی کرده است. تو تال سوره فاتحه را درست یاد نگرفته ای، کجای قرآن تو خوانده ای؟ مرد بیبی چقدر سخت موردی عتاب خداوند قرار میگیرد. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زنها را در نکاح خود به خاطر اذیت و ضرر رساندن و تجاوز در حقشان نگاه نکنین. فامساکم بمعروف، وقتی که نگاهشان میکنین رجوع میکنین، دوباره به خانم خود رجوع میکنین، چانس رجوع هست، به طریق خوب، با محبت، با اخلاص، با پرداخت حقوقش، او تصریحم با احسان. یا اگر دلت نمیشود دیگر رجوع نمیکنی، تصریح به معنای چیز سر دادن، بازم به طریق خوب، نه به طریق اذیت، در جایی که ایجاب میکنه مهرش برش میپردازی، نفقهش برش میپردازی. منان دوستای عزیز، خلاصه همیشه که طلاق به چند اعتبارات تقسیم میشود. به اعتبار وقتی وقوع طلاق دو قسم است، یکی طلاق سنی و یکی طلاق بدعی. طلاق سنی که مطابق سنت است، امیسته که یک انسان خانم خود در وقتی که پاک می باشد، در حیض و عذر مهوار نمی باشد، در حالت پاک بودن هم بستر نشده به خانم خود، یک طلاق به خانم خود خطاب می کند. این طلاق مطابق سنت است. بعد از وقوع طلاق اگر یک نوع ندامت و پشیمانی آمد، رجوع میکنه به خانمی خود، خلاص. و اگر ندامت و پشیمانی وجود نداشت، میگذاره که عدتش سپری میشود، خلاص، در مابینشان تفرق میآید. و طلاق بدعی، طلاقی که بدعت است ولی واقع میشود، در مذهب حضرت امام صاحب دو نوع است. یکی بدعی فی زمان، طلاقی که به اساس وقت و ارتباط وقتی وقوش مخالف سنت است. در حالت حیض، در حالت عذر مهوار، ایقاع طلاق بدعت است، حرام است، اما واقع می شود. چنانچه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از این حکم خبر نداشت، خانم خود در وقت عذر مهوار طلاق داد. وقتی حضرت عمر رضی الله عنه
از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله، عبدالله امی ترکه است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمودن که مر عبدالله لیراجعها، با عبدالله امر بکن که مراجعه بکند به خانمش. وقتی که پاک شد اختیار دارد که طلاقش میده در وقتی پاک شدن یا اینکه نگاهش میکنه. اگر سیوم شد دیگه خلاص، دیگه امکان ندارد. میایم سری نوع دوم طلاق بدعی طبق مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. سه طلاق با یک لفظ یا در یک مجلس که امروز مرض ما مردم افغانستان است و بعضی مفتی ها بر آمده است، خدا یارا هدایت کنه. قرآن همه یک طرف مندگی، کلام الهی که صراحت دارد موقوع طلاق، موقوع سه طلاق با یک لفظ در یک مجلس، قرآن دلالت میکنند. تمام فقهای اسلام، امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک رحمهم الله، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، همه در یک طرف، فقهای صحابه در یک طرف، عمر با اجماع صحابه در یک طرف میگن که به سه طلاق زن سه طلاق واقع میشه. و یک تعدادی از مفتیها برامند به یک روایتی که از عبدالله ابن عباس آمده است میگن که نه، سه طلاق وقت که انسان میده یک طلاق واقع میشه. و برادرای علی تشیع مذهبشان ایجابی از این میکنه که سه طلاق با یک لفظ واقع نمیشه، یک طلاق هم واقع نمیشه. خب وقتی که ای آدم قسمی که حضرت عبدالله ابن عباس میگه که حماقت انتخاب کرد و سه طلاق واقع شد، باز در بدر میگرده، گایده ای دروازه و گایده او دروازه و گایده ای دروازه. او باشه خیر باشه، والله سه فکرم نبود، قار بودم. خب یک انسان قار میشه خانمی خود طلاق میده؟ اگه خوش باشه خب خانمی خود. بعضی مفتی ها باز میگن که لا طلاق فی اغلاق، طلاق در حالت قار واقع نمیشه. از برای خدا و قرآن، از مردم در گمراهی ننداز. لا طلاق فی اغلاق، طلاق میگه در حالت قار واقع نمیشه. در حالت خوشی خوب کس خانمی خود طلاق نمیده تا قار نشه و سری خانمی خود. بنا ان امام اعظم ابو حنیفه و تمام جمهور فقهای اسلام به این نظرن که سه طلاق در یک مجلس سه طلاق واقع میشه، دیگه امکان رجوع نیست، خلاص. زن برا پشت کار خودش و مرد پشت کار خودش برا. اما همین نوع طلاقی که خلاف سنت است، حضرت امام میگه که طلاق بدعی است. اینا بدعی فی العدد میگن، طلاقی که بدعی فی العدد است، به ارتباط عدد خلاف سنت کار کرد، ولی واقع شد اما مخالفت سنت آمد. خب به ارتباط این شد، به ارتباط زمان، به ارتباط صراحت و کنایت. طلاق باز به دو قسم میباشه، یکی طلاق صریح، یکی انسان به خانمی خود صراحتن میگه، برش میگه که طلاق هستی یا یک طلاق باشی، طلاق هستی، طلاق واقع شد. طلاق رجعی است، امکان رجوع هست که بعد از یک طلاق، حتی برش دو طلاق میگه طلاق هستی دو طلاق. امروز یک کسی هم از این موضوع پرسان، دو طلاق واقع میکنه، چون طلاق رجعی است امکان داره که مردکه با خانمی خود رجوع کنه، خلاکن چانسش خلاص شد دیگه. تلفظ به طلاق کرد، سه طلاقی شد دیگه، ولو که بعد از 50 سال طلاق قصیب باشه، سه طلاق واقع می شود، باز دیگه امکان رجوع نیست. این چیز است، الکتاب و کل خطاب، یک طلاق این نیست. طلاق کتاب نوشته کردن پس تمرار داره، بله، تکرار نمیشه، نه فرق میکنه. طور که مثال نوشته کردن متوجه شده اینو، حکایت هم متوجه نشده. مردکه به خانمش گفت که تو یک طلاق هستی، پدرش پرسان کرد چی گفت، پس گفت طلاقش دادم، بیادرش پرسان کرد گفت طلاقش دادم، خواهرش پرسان کرد گفت طلاقش دادم، نیمی افغانستان پرسانش کرد گفت طلاقش دادم، آیا یک لک طلاق شد؟ این حکایت هست، این شکل هست نوشتن. اگر نوشته صد خط نوشته کرد و گفت یک طلاق هست، یک طلاق هست، یک طلاق، از این خط به او خط، از او خط به او، این چیز هست، فکر کردن شد. خب یک طلاق داد دو ماه بعد گفت که تو طلاق هستی بازم چانسی رو، یک سال بعد، ده سال بعد، 20 سال پس، پس طلاق دیگه شد، بازم چانسی رو جوره داره، دو شد لیکن بعد از این دیگه چانسی رو جوره نداره. فا این طلاقها، قرآن میگه
اگر طلاق سومه اختیار کرد، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، یا هرگز زن به او حلال نیست تا به وقتی که به کسی دیگه ازدواج نکند. هم نباید داشته باش تا تمرش بیاید. آیا می آید؟ موضوع عدت است. خوزه طلاق کنایی عبارت از الفاظی که او دارای دو معنا یا بیشتر از دو معنا می باشد. امکان طلاق هم داره و امکان غیر طلاق هم داره است. او برمی گردد به نیت خود انسان. اگرچه فقها یک چیز دیگه هم اضافه میکنن، میگه یا قرینه یا نیت انسان. قرینه به این معنا که مردکه به خانمش مطلب یک نوع قصه میکنه و میشینه و که با امرای تو بالا زندگی من نشد و ما میخوایم که خانمی دیگه بگیرم و چی طور شد و چی طور نشد، این همه یک زمینه سازی است و بالاخره برش میگه که یعنی به این معنا که زمینه سازی است و زندگی با تو مشکل است و دیگه نمیخوام با تو باشم و خوشی رقم قرائن و زمینه سازی یک دم برش گفت برو به خانه پدرت. فقها میگن که نمیره، نیتم کنه نکنه یک طلاق کنایی واقع شد، چرا که زمینه سازی همه دلالت به این میکند که مردکن نیت طلاق داشت که برش برو بخانه بود. اگر چنین کاری نباشه و در حالت غضب قار میشه به خانم خود میگه که برو بخانه پدرت، الحقی بی اهلک و امثال ازی، برو. در این حالت این کنایی است. پرسانش میگه باید چی گپ است؟ وقتی که یک چند لحظه بعد میگه نه، یک ترسان دمش خانم خود دوست دارم، خلاص مشکلی نیست، طلاق واقعی نشد. اگر میگه بله در حضور قاضی و خانم کش میکنه، میگه قاضی سه مرا همینطور گفت، قاضی میگه هدف چی بود؟ طلاق. قلا طلاق، طلاق کنایی واقع. در طلاق کنایی یک طلاق کنایی باشد، دو طلاق کنایی امکان مراجعت نیست. چرا؟ طلاق کنایی با او طلاق با این واقع میشود، در مابین تفریق میارد. بنابراین در یک طلاق کنایی و یا دو طلاق کنایی تجدید نکاح ضروری است. نه نه، تجدید نکاح با خود زن. سه طلاق کنایی را که چیز کرد باز دیگه خلاص، او حلال هم حرام است در حقیقت. فکرتان شد یا نشد؟ سه طلاق کنایی را اگر نیت میکند در او صورت باز دیگه امکان تجدید نکاح به خانمش نداره، بلکه میره مردی دیگه نکاح میکنه و بعد از اینکه توافق ما بینشان صورت میگیره و مردکه طلاقش میده یا مردکه میمره، میتونه که به شوهری اول خود باز رجوع بکنه و بر بگرده. ای بود مفهوم طلاق از نظر لفظ. لفظی صریح و او طلاق رجعی واقع میشه. لفظی کنایی و بس اوقات یادتان اگه باشه یک کس حتی مصری ها یکان وقت زیاد مصری ها طرف خانمش گفت که میشه یا ماما، ماما مصری ها مادر هم میگن، یا ما مشکله، و خانم طرفی پدر طرفی شوهرش میگه یا بابا مشکله، او پدری طور نیست، طرف خانم یا ماما. زیادتر این تکیه کلام است، یک کس به خانمی خود میگه او مادری طور نیست یا خواهری طور نیست، او بیادر یکم به خانمی خود میگه او بیادری طور نیست، و این چیزا طلاق واقعی نمیشود. و یکم وقت هم وقتی که انسان به خانمش میگه که تو مادرم هستی، یک کسی بهش میگه چی گفتی؟ یا تو خواهرم هستی، میگه مثل مادر و خواهر مهربان است، مشکلی وجود ندارد. به این لفظ اگر زهاره که باز در محل خود انشاءالله بحث میشه و یک بارم بحث شد در سوره مبارکه المجادله، اگر قصدش زهار باشه که خانم خودم میگه که تو مادرم هستی، نیت زهارش هم درست، اگر نیت طلاق کنایی هم میکنن نیت طلاق کناییش هم درست، اما هیچ نیتی ندارد، نیت مهربانی و تشبیه لطف و شفقت است با خواهرش یا با مادرش، در اون صورت هیچ چیز واقع نمی شود. میایم به قرآن پاک. قسمی که خدمتتان عرض شد در اینجا تشریفا و تکریما رسول پاک صلی الله علیه و سلم مخاطب است. اگر چند بعضی مفسرین میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این حدیث ابو حاتم روایت میکند که حضرت حفصه رضی الله عنها را طلاق دادن، یک طلاق. حفصه خانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین و دختری حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما. وقتی یک طلاقشان دادن، یک تعداد مردم آمدن خدمت گفتن یا رسول الله انها صوامت و قوامه، یک خانمی هست که همیشه روزه و همیشه نماز خوان است. یک شخصیتی بود حضرت حفصه رضی الله واقعا. بالاخره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بنا بر روایت ابو حاتم پس رجوع کرد به حضرت حفصه بعد از یک طلاق رجعی.
به این خاطر بعضی از علما میگن که مخاطب رسول پاک صلی الله علیه و آله است، اما اکثریت علما به این نظرن که در اینجا خطاب به پیغمبر است ولی حکم عام است به همه اتباع. یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا طلقتم النساء، وقتی که طلاق میتین خانم ها را، اراده میکنین طلاق خانم ها را، فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق بتین خانم ها را در عدتشان. عدتشان مراد وقتی مناسب برای طلاق، وقتی پاکیشان است. عدتشان مراد در اینجا چیز وقتی پاکیشان است، در وقتی که پاک می باشن. و احصل عده، و حفظ بکنین عدت را. احساب معنی حفظ کردن، یاد داشته باشین. اینطور نشود که در ما بینتان خلط و خلوط بیاید که چند روز شد، چند به اصطلاح چیز تیر شد. وقتی بعد از وقوع طلاق زن عدت میبینه، وقتی که نخواهد شخصی که به خانم خود دیگر مراجعه کند باید عدت ببینه. عدت چی معنی؟ خداوند میفرماید والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، در سوره بقره خواند. خانم هایی که مطلقه هستند و طلاق داده میشوند انتظار میکشند سه قروء. قروء جمع قر، در مذهب امام اعظم ابو حنیفه و بعضی از فقها مراد از این سه حیض. تا وقتی که سه حیضشان سپری نشوه، سه عذر ماهوار سپری نشوه، با کسی ازدواج کردن نمیتونن. و احصل عده، حفظ بکنین عدت را، تا این که نشوه که از یادتان بره و بالای خانی مدتی زیادی را حساب کرده برین که اذیت شوه یا متضرر شود. و اتقوا الله ربکم، بترسید از پروردگارتان. چقدر نصیحت عالی، از خدا بترسید. یعنی اشاره به طرفی عزیزه که شیوه طلاق کاری خوبی نیست. به همین خاطر است که در حدیث میگه که ابغض الحلال الى الله، یا ابغض المباح الى الله الطلاق. بدترین مباحات به الله تعالی طلاق است. چرا؟ تفریق در ما بین دو مسلمان، از بین رفتن فامیل، یتیم شدن اطفال، صدها به اصطلاح اثری ناجایز و نادرستی دیگه یا ضرر و مفاسدی به این مرتب میشه. لا تخرجوهن من بیوتهن، وقتی که خانه ما را طلاق میتین از خانه هایشان بیرون نرانینشان. امی عدت باید در خانه شوهر، خانه ای که از طرف شوهر برش میته، در اموجا باید سپری بکند. ولا یخرجن، و خودشان هم تا سپری شدن عدت خارج نشوند. الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر در صورتی که خانم اخلاقش درست نباشد، فساد اخلاقی داشته باشد. کلمه فاحشه را فقها فاحشه واضح، فحش اصلا عام است. در قرآن بیشتر کلمه فاحشه به معنای ارتکاب زنا و فساد اخلاقی به کار برده شده است. و علما میگن که در اینجا کلمه فحش و فاحشه عام است. یا اخلاق نادرست دارد، اخلاق فاسد دارد، یعنی زناکار است که دست به فاحشه میزند، او مستحق نیست که در او خانه باشد، او اخراج شود. و یا این که با فامیل زوج خود درگیر است. فحش به معنای کلام ناسزا و نادرست. از وقتی که شوهرش طلاقش داده در خانه با همه درگیر است. گاهی پدری شوهرش دو میزنه و گاهی مادرش دو میزنه و گاهی با عزت و کرامتش تاخت و تاز میکنه. به معنای فحش، فحش در گفتن. به این خاطر اگر همچنین اخلاق و رویه داشته باشد میتونیم که وارا اخراج شکنیم. ومن يتعد حدود الله، حدود و قوانین را که الله تعالی وضع کرد، احکام را که وضع کرد، او لازم الاتباع است که باید انسان از او پیروی بکنه. از او حدود و چوکات کس بیرون نشود. اگر کسی بیرون می شود از حدودی که الله وضع کرده است، از احکامی که الله تعالی وضع کرده است، قوانینی که الله تعالی وضع کرده است، فقط ظلم نفسه، به تحقیق بالای نفسی خود ظلم کرد. لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، چقدر زیبا نصیحت است. در اینجا یک اشاره به طرفی عزیز که در وقتی که یک انسان خانمی خود طلاق میده، به طلاق روی میاره، باید محتاط باشد، احتیاط بکند، احتیاط بکند، به طلاق باید روی نیارد. اگر میارد یک راه بیرون رفت بماند،
یک بار سه طلاق واقعی نکند. لا تدری، تو نمیدانی ای مخاطب، لعل الله، امکان دارد که الله تعالی یحدث بعد ذلك امرا، پیدا بکند بعد از وقوع طلاق یک تحولی را، یک چیزی را که مردکه به اشتباه فکر کرد که واقعا خانمم نادرست است. وقتی که طلاق واقع شد در سری خود میزنه وا وا به حال من، واقعا که موقف خانمم صحیح بود، من اشتباه کردم. لا تدری، نمیدانید که امکان دارد که الله تعالی، شاید که الله تعالی جل ذکره یک امری را ظاهر بکند که باعث پشیمانی شود، به خاطر دروازه رجوع را سر خود بند نکند. یعنی علما میگن که اشاره به طرفی ندامت و پشیمانی است، دروازه رجعت را بر روی خود بند نکند، بلکه به یک طلاق اکتفا بکن یا به دو طلاق. فاذا بلغنا اجلهن، وقتی که نزدیک می شود سپری شدن عدتشان، فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بما، یکی از دو راه را انتخاب بکن. این حال یک روز دو روز مانده است که عدتشان سپری شود، بیادر می باشی همراهش یا مفارقت انتخاب میکنی؟ قرآن پاک میگه یکی از دو راه را انتخاب بکنین. فامسکوهن بمعروف، نگاهشان بکنین با خود در نکاح خود به طریق درست، نه به خاطر اذیت، نه به خاطر رجوع میکنی تا اینکه باقی بماند در نکات، ولی حقوقش برش نمیپردازی. چنانچه که عرب ها این عادت قبل از اسلام داشتن، مراجعه میکردن باز یک مدتی دور و دراز از حقوقشان، از همه چیزشان محروم، اذیت بود. نه، بیمعروف، به شیوه درست، به طریقی درست و مشروع و با محبت و اخلاص. او فارقوهن بمعروفین، یا اگر نه امکانی استمرار حیات و معیشت همراهشان نیست، مشکلی نیست، مفارقتشان بکنین، الهیشان بتین، دیگر رجوع نکنین، به طریقی درست، نه به طریق دشمنی. و منع چنانچه در قرآن پاک در سوره مبارکه البقره خانه ولا تنسوا الفضل بینکم، یک مدتی خود در مابینتان دوستی محبت بود، او را فراموش نکنین. اخوت اسلامی در مابین زن و شوهر نباید فراموش شود، یکی علیه دیگر و علیه فامیل دیگر از خلال مفارقت دشمنی را برابر اندازین، یکی به شخصیت خانم، چرا طلاقش داد در حالی که انسان خوبی بود، 151 عیب داشت میگه. فکر شد یا نشد؟ نه، او فارقوهن بمعروف، مفارقت هم که میکنین شخصیتی او را باید در نظر بگیرین به طریق خوب، به شیوه خوب. و اشهدوا ذوی عدل منکم، در اینجا اشهاد به معنای گواه خواستن است. آیا در وقتی که انسان خانمی خود طلاق میده گواه طلب بکنه در حضور گواها، یا در وقتی که رجوع میکند به گواهی ضرورت است؟ اینجا آیه مبارکه اشاره به همین میکند که و اشهدو، شاهد قرار بدید، گواه قرار بدید، ذوی عدل منکم، دو تن از اشخاص کامل اعتمادتان که عدول باشند، متهم به فسق و فجور نباشند در وقت طلاق و در وقت رجوع کردن. اگرچه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه این امر برای استحباب میدانن، میگن که اشهاد یا گواه قرار دادن از جمله واجبات نیست، واجب نیست بلکه مستحب است، امری مندوب است. خب آیا در وقتی که انسان خانمی خود طلاق میده یا به خانمی خود رجوع میکند، در وقت شاهد ضرور است یا خیر؟ در شرایط کنونی ضرور است. در شرایط حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و در زمانه اونها به این انداز بدبختی نبود، مردم مردمی خوب بود، راستی و صداقت در مابین مردم سیادت و قیادت داشت، حاکمیت داشت در جامعه. اما متاسفانه امروز میبینیم که صدها بدبختی است. مرد طلاق میده، پسند میاد میگه که من یک طلاق دادم، کسی که شنیده میگه نه صاحب سه طلاق ما بودم، من اونجا سه طلاق. به این خاطر در وقتی ایقای طلاق بهتر میسته، اگر چو امر برای استحباب از قسمی که مذهب امام ابو حنیفه با بعضی مذاهب فقهی به این نظرن، اما در شرایط کنونی امی استحباب ضروری است که باید در وقتی ایقای طلاق باید شاهد و گواه حاضر باشه، و همچنین در وقتی مراجعه که خانم انکار نکنه، نه تو کی رجوع کرده بودی؟ عدتی من سپری شده بود، من طلاق با این شده بودم، تو خروجو نکرده بودی.
و اقیم و شهادت لله. در اینجا خطاب به طرف گواه هاست. وقتی شاهد قرار داده میشین، گواه قرار داده میشین، شهادت را و گواهی را فقط به خاطر رضای پروردگار اقامه کنین. مسئله خیشی و قومی و دوستی و رفاقت و چیزا نباید ما بین باشه. رفیقم از خیر نمیگم که سه طلاق واقع شده است، میگم که یک طلاق واقع شده. خیشمان است، برادرم است، برادرزادیم است، نه خیر. فقط به خاطر خداوند در ادای شهادت فقط رضای پروردگار در نظر گرفته شود. ذلكم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ذلكم اشاره است از طرف پروردگار، اینچ که پروردگار بیان کرد. ای کلماتی بیش قیمتی است، ارشاداتی بیش قیمتی است که الله تعالی به این پند میدهد، ما و شما راهنمایی میکند، پند داده میشود. کسی که ایمان به الله داشته باشد به روز آخرت پند میگیرد و استفاده میکند از کلام الهی و از قوانین الهی. کسی که به خدا و به روز آخرت ایمان داشته باشد، کسی که به خدا و روز آخرت ایمان نداشته باشد، کاغذ ها و ورقکایی که از طرفی از هر ارگانی وضع می شود او را دستاویز می گیرد. ببین ارشادات الهی پیرامون قانون فامیل و قانون و احکام خانواده به این کسی گوش می دهد و از این استفاده می کند، پند می گیرد، عمل می کند، ملتزم می باشد. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، او کسی که به الله و به روز آخرت ایمان دارد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از خدا می ترسد، الله تعالی در برابر در وقت هر تنگی به او یک راهی بیرون رفته پیدا میکند. چنانچه که یک حدیث شریف است با تفسیر آیه مبارکه آمده است، و من یتق الله یجعل له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا و یرزقه من وجه لا یعلم ولا یحتسب. کسی که از خداوند می ترسد، الله تعالی از هر غم او را خلاص می کند و از هر ضیق و تنگی پروردگار او را بیرون می کند و الله به او رزق می دهد از راهی که هیچ تصور نمی کند. یک روایت آمده است که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در مجلس چند یک مردی آمد و پرسید، گفت عبدالله؟ گفت بله. گفت خانم خود از سه طلاق داریم. حضرت عبدالله ابن عباس همی آیت برش خان، گفت لم تتق الله ولا اجد لك مخرجا. از خداوند نترسیدی، به این خاطر من رای بیرون رفتی را به تو پیدا کردن نمیتانم. بانت منک امرأتک. سه طلاق واقع شد، جدا شد از تو خانمی، تو دیگر راهی برگشت نداری. به این معنی که کلمه تقوا در اینجا در حق کسانی هم در بر میگیره که از خدا میترسن و به سه طلاق اقدام نمیکنه، بلکه به یک طلاق طبق سنت اکتفا میکنه. و کلمه تقوا معنای وسیع‌تری هم در بر میگیره اینجا، چنانچه درباره بچه مالک ابن اشعی، مالک اشعی میگه نازل شده است آیه مبارکه. بچه شب مشرکین محاصره کردن، اسیر گرفتن، آمد بسیار غمگین به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله بچه مرا دشمن اسیر گرفت است، چی چاره کنم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو و خانمت صبر بکنین و به تقوا چنگ بزنین، ان شاء الله خداوند مخرجی براتون پیدا میکنه. واستكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و وظیفه خود قرار بدین، امی حدیث شریف، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در وقت ضیق و تنگی، وقتی که انسان این کلمه را با شوق و اخلاص میخواند، خداوند جل ذکره او غم دور میکند. میگه وقتی که وظیفه کردیم همراه خانم من، فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملی ساختیم، روزی شد که دروازه تق تق شد، برام بدیم که بچه ایمان آمد، اسیر بود پیشی کفار، پیشی مشرکی، آمد با همراه صد شتر. چی کردی؟ گفت مرا میکشتن، الله مرا نجات داد، پیش روم
این می غنیمتی است که خداوند برام داد، صد شطور و صحت و سلامت الله تعالی مرا به شما رساند. ای آیه مبارکه تمام جوانب تقوا را در بر می گیرد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و به انسان متقی الله تعالی رزق می دهد از جایی که اصلا باور نمی کند. و من یتوکل علی الله، کسی که به الله توکل می کند، فهو حسبه، پس الله به او کافی و شافی است. توکل قبلا هم صحبت کردیم در آیه در سوره مبارکه تغابن. توکل به معنای ترک اسباب نیست، انسان به اسباب چنگ می زند ولی اسباب مؤثر نمی داند. اسباب و وسائلی به دست آمدنی اهداف و یا به دست آمدنی رزق مؤثر نمی داند. بلی مریض هستی پیش دکتر برو، خدا و پیغمبر برات اجازه داده تداوی بکو، اما دکتر مؤثر ندان، دوار مؤثر ندان، مؤثر الله است. الله جل ذکره مؤثر است. عقیده و باور انسان به با الله باشد ولی به با وسائل چنگ بزن. با توکل زانوی اشتر ببند. ان الله بالغ امره، بدون شک الله جل ذکره تنفیذ کننده و نافذ کننده امر و اوامر خود می باشد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، به تحقیق گردانده است الله جل ذکره برای هر چیز یک اندازه. برای رزقم اندازه است، برای عمرم اندازه است، برای علمم اندازه است. انا كل شيء خلقناه بقدر، هر چیز را ما به اندازه خود الله جل ذکره می فرماید که ما خلق کرده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معه. وصلى الله تعالى على خير خلقه.